داری میخوابی؟ چی میخونی؟ کتاب. نمیخوای بپرسی حالا که از کار اومدم گرسنمه یا نه؟ دلمه داریم؟ آره هست تو یخچاله، برو گرم کن. ممنون از اینکه به فکرمی، ولی منم به فکرتم. برات یه کادو گرفتم. ممنونم. حتما کتاب خوبیه. آره. نمیخوای بازش کنی؟ بعدن بازش میکنم. حداقل یه تشکر میکردی. تشکر میکنم. میشه چراغ رو خاموش کنی؟ این وقت شب میخوای بخوابی؟ خیلی خستم مراد، کل روز با جا به جا کردن جهیزیه درگیر بودم. باشه پس لباس خواب من کجاست؟ داخل کمد آویزونه. چرا از من میپرسی؟ مامان جون گریه نکن دیگه. ببین آخه یه انگشتر دیگه ارزش نداره. آخه مسئله فقط یه انگشتر نیست، اینکه اینقدر بهم بی‌احترامی میکنن و ناراحتم میکنن، اذیت میشم. ببین میخوای اصلا اینجا نمونی؟ ها چی میگی؟ بریم یه خونه دیگه. نه بهش اجازه نمیدم منو اینجوری خوار و ذلیل کنه. نمیذارم تو این خونه دستور بده. نمیتونه چیزی که مال منه رو ازم بگیره. مامان بی خیال شو، اصلا بهش فکر نکن، ارزش نداره اینم خودتو ناراحت کنی. مریضه؟ اون زن داره فیلم بازی میکنه، بیشتر از همه اون نامردیاشه که منو اذیت میکنه. ببین بابا نیست همه چیز چجوری عوض شده. اگه بابام نیست من هستم، خودتو ناراحت نکن، حلش میکنیم. با داداشم حرف میزنم. باشه چطوره؟ داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ تخت رو درست میکنم. انگار هنوز تصمیم نگرفتی کدوم سه تا بندازی. آره؟ نه عزیزم انتخاب کردم، دارم درستش میکنم. خب پس انتخاب چیه؟ به منم بگو تا بفهمم. باشه، خیلی راحته. این خط مرز بین ماست، اینجا محدوده ای توه، این برم محدوده ای من. اگه کسی به محدوده اون یکی تجاوز نکنه میتونیم خیلی خوب زندگی کنیم. چیز نامفهومی هست؟ هست. میتونم عملی نشون بدم؟ بریم تو جاهامون لطفا. بله گوش میدم. خب فرض کنیم من از مرز خودم بخوام به دست بزنم، مثلا اینطوری، اجازه هست؟ نه چون از محدوده خارج میشی. باشه پس یه سوال دیگه دارم. چیه؟ فرض کنیم من محدوده رو اینطوری رد کردم و اومدم و اینطوری هم بغلت کردم، اون وقت چی کار میکنی؟ مراد اختار میگیرم؟ یا اینو قبول میکنی یا اینکه چی؟ میرم. میدونی که به خاطر خانواده همون الان اینجایی. بله میدونم، نمیذاری اینو فراموش کنم. پس برو تو محدوده خودت لطفا. اما من اینجا خیلی راحت. مراد ولم کن دیگه. ببین ولت کنم میافتی. لطفا ولم کن گفتم. باشه. در مورد این حد و مرز یه مشکلی هست، بهتره یه بار دیگه در موردش حرف بزنیم. من همینجا خوبم، شب بخیر. باشه پس منم میام بغلت. جایی مرد بغل خانومشه. خب دست از سرم بردار، تخت به اون بزرگی رو برات خالی کردم، برو اونجا بخواب. حیات یه چیزی بگم، میشه بی خیال این مرز و محدود بشی و بگی شوهرم روز چطور گذشت؟ امکانش هست؟ برای چی بگم ها؟ دوباره میخوای مثل همیشه دروغ بگی که همه چی رو به راهه. چه دروغی؟
امروز تو شرکت همه چی رو به راه بود؟ آره. اما امره همچین چیزی نگفت. من همه چی رو میدونم. تو با امره حرف زدی؟ آره. عوضی فرصت طلب. همه یه تلاششو میکنه که تو کارم دخالت کنه. پس کل قضیه رو خودت بهم بگو. چیز مهمی بود بهت میگفتم، اما نیست. چرا باید خودتو ناراحت کنی ها؟ یه مشکل کوچیکه، حل میشه. فقط یه مشکل هست که نمیتونم حلش کنم. اونم تویی. با تو یه جا زندگی میکنم، اما نمیتونم بهت دست بزنم. قلبم و فکرم و فقط یه چیز درگیر کرده، اونم تویی. من میدونم حیات، میدونم. برای همین نمیتونم از دستت عصبانی شم. حق داری. مراد مامانمه، نکنه چیزی شده؟ مراد پسرم، صدامو میشنوی؟ دارم میام مامان، دارم میام. چی شده مامان؟ حالت بد شده؟ نه من خوبم، فقط نگرانت شدم عزیزم. اومدنی به هم سر نزدی. حالا چطوره؟ تو شرکت همه چی رو به راهه؟ آره رو به راهه، نگران نباش. پسرم، خواستم به جای اینکه از بقیه بشنوی خودم بهت بگم. امروز دریا خانم و عظیم خانم بحثشون شده بود. چرا؟ خب راستش اون انگشتره یادگاری رو از دریا خواستم، چون در نتیجه اون فقط برای عروساست. حیات هم عروس یکی یه دونه منه. خب فهمیدم فهمیدم، من خودم فردا حلش میکنم، اما ازت میخوام تو این خونه مشکل و ناراحتی نباشه. خب مامان جون، به خدا نیت بدی نداشتم، فکر کنم سوء تفاهم شدی. باشه، مشکلی نیست، همونطور که گفتم باشون حرف میزنم، اما اگه اجازه بدی میخوام بخوابم، خیلی خسته. باشه پسرم، شبت بخیر. شب بخیر.